أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمُ سبلنا لنا وإن الله لمع المحسدين صدق ربنا الكريم دوستان نهاية كرامي بأيك ديگار از برنامه اسلام و زندگی شما خوش آمدید گفته و موضوع که بحث خیلی کوچک و مختصری داشته باشیم خدمت کردن به اسلام هست وقتی که انسان وارد دین اسلام میشه به او مسلمان گفته میشه وقتی که مسلمان در زیر چتر اسلام زندگی میکنه باید یک هدفی داشته باشه و بزرگترین هدف یک مسلمان باید خدمت به با دینش باشه خدمت به با اسلام باشه الله متعال میفرمه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کسایی که در راه ما تب و تلاش جهد و کوشش میکنن هر کسی که باشه هر مسلمانی که باشه فرق نمیکنه زن باشه مرد باشه خرد باشه بزرگ باشه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله متعال میگه که نهم ضرور ما اونها را راهیاب میکنیم کامیاب میکنیم راهنمایی میکنیم سبلنا بر راههای خیش یعنی چی بر راه های خیش یعنی بر رضایت الله متعال خواهند رسید بهشتی که الله متعال بر اونها وعده کرده با او بهشت خواهند رسید اسلام دینی هست که همیشه بر خوشیها همیشه بر مسرورات و بر رفاه بشریت تب و تلاش سعی کوشش میکنه و مسلمان امر به این میکنه که شما هم بر رفاه بشریت تب و تلاش کوشش بکنین و اسلام را رشد ترقی بتین در صورت وقتی که انسان از خود شروع کرد یعنی والذین جاهدوا فینا وقتی که از خود شروع کرد اول مجاهده با نفس خود میکنه بزرگترین خدمت بر اسلام همی هست که انسان با نفس خود مجاهده بکنه و اول خود را اصلاح بسازه پس از که خود را اصلاح کرد باز در فکر خانواده و جامعه میشه پس از که در فکر خانواده و جامعه و اسلام و کشور خود شد پس از او الله متعال لنهدینهم ضرور او را بر راههای خش

طلب کردن علم فرض هست بالای تمام مسلمان ها وقتی که علم دنیوی باشه مسلمان بالایش فرض کفایی میشه که علم دنیوی را فرا بگیره با چند تعداد دیگر از زمهشان ساقط میشه ولی که علم دینی بالای همه فرض است همه گی مکلف به هستند که علم دینی را فرا بگیرن و تمام احکام که نسبت به تجارتش هست نسبت به زندگیش هست احکام همو بخش زندگی خود را فرا بگیره بزرگترین خدمت بر اسلام میشه وقتی که مثلا یک نفر تاجر هست وقتی که تجارت میکنه با طبق دستورات شریعت اسلامی تجارت خود به پیش میبره باز بهترین خدمت هست بر اسلام چون تجارت حلال و بای حلال را به با بازار پیشکش میکنه یا اگر یک نفر داعی دعوتگر هست باز بهترین اخلاق را در دعوت خود پیش میگیره و بهترین اخلاق اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و این بهترین خدمت میشه اولین گزینه طلب کردن علم دین هست بالای مسلمان وقتی که بخواهد بر دین اسلام خدمت بکنه شخصی که از دین آگاهی نداره و تلاش به این داره که بر دین خدمت بکنه حتما یک روز بر دین صدمه میزنه چون از احکام و قواعد و قانون شریعت اسلامی خبر نیست و آگاه نیست ولیکن اگر قانون و قواعد شریعت اسلامی را درست بفهمه بعد از او با درست خدمت کرده میتونه گزینه دوم عمل کردن به علم هست وقتی که علم اسلامی را فرا گرفتی پس از او بعد عمل بکنی و هرگز ترک علم نکنی چشم پوشی به علمی که فرا گرفتی نکنی الله متعال در حق بنی اسرائیل می که مخاطب مسلمان ها هم هستند بنی اسرائیل به خاطر چی هلاک شدن؟ به خاطر از اینکه وقتی که علم را فرا گرفتن علم را کتمان کردند خودشان عمل نمی کردن ولی کن را دعوت میکردن. میکردن. الله متعال می که الناس بالبر و تنسون انفسکم آیا مردم را به نیکی دعوت میکنین؟ به کارهای نیک خوب و شایسته دعوت میکنین؟ خود را فراموش کردین پس حق اولویت دیمشه که انسان وقتی که علم را گرفت اولین کاری که میکنه خودش علم رو خود را برای خود تطبیق بس... تطبیق کنه الله متعال در حق مسلمان ها میگه که یا ایوها الذین آمنوا ما تقولون ما تفعلون چرا سخنی را که میگن ای مسلمان ها بالای از اون سخن خودتان عمل نمیکنین مردم را دعوت میکنی تشویق میکنی ترغیب میکنی پس از او به او دعوت تشویقی که تو میکنی به او خودت عمل نمیکنی مثلا مردم را میگی نماز بخوان خودت یک ذره سستی میکنی یا به هر کار نیک دیگری که دعوت میکنی باید اولین اقدام خودت باشه که کار نیک را انجام بدی. گزینه سوم وقتی که مسلمان میخواهد بر دین اسلام خدمت بکنه دعوت و تشویق هست اولین کاری که میکنه در دعوت تشویق از خانواده شروع میکنه خود را خود در عمل کردن به علم خود اصلاح ساخت پس از او دعوت تشویق اولین کار خانواده خود را دعوت تشویق میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به پیامبری مبعوث میشه اولین افرادی که دعوت میکنه خانواده خودش هست و اونها او را حمایت میکنن پس از اینکه این خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم را حمایت کردن امروز میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط حمایت خانواده به کجاها رسیده و به همین شکل انسان وقتی که میخواه بر اسلام خدمت بکنه باید خادم کسانی که خدمتگذار دین اسلام هستند همراه از اونها همکاری بکنه خادم خدمتگزارای دین باشن الله متعال میفرمه که و تعاون و علی البر و التقوا شما یک دیگر خود را به نیکی کمک و یاری بکنیم تعاون به وزن تفاعل میه که یعنی دو جانبه هم تو برادرت رو در دین تشویق بکو ترغیب بکو و هم او تو را تشویق و ترغیب بکنه هم تو را دعوت بتی و هم او مکلف است که تو را دعوت و دعوت بته این خدمت بر دین میشه و گزینه اخیری که بزرگترین خدمت بر دین میشه ای که رفتار و کردار و اخلاق اسلامی را بر جامعه پیشکش بکنی و بنمایش بگذاری چیزهایی که مردم درباره اسلام فکر بد و منفی دارن او را از ذهنشان بیرون بکنی چند فردی که واقعا خدمتگذار دین هستند توسط سستی و ضعف تو نباید از دین دست بردارن نباید باعث ازی شوه که راهی که اونها در پیش گرفته اونها را منع بکنی رسول الله صلی الله علیه و آله که یا متعلم باش یا عالم باش و یا خدمتگذار باش گروه چهارم نباش که در اون صورت هلاک میشوید پس کسی که بر شریعت اسلامی و بر نفع شریعت اسلامی تپ و تلاش میکنه باید تا حد توانت و بیشتر از توانت او را یاری و کمک بکنی الله متعال کسایی که باز بر اسلام کوشش میکنن به نفع اسلام کوشش میکنن و این الله لمع المحسنین در الله متعال همراه نیکو کاران هست الله متعال شما را از معیت خود دور نکنه و در ادامه برنامه اسلام و زندگی با ما همراه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته